به سمت شمال تهران می روم. وارد خیابان دربند با درخت های چنار قدیمیش می شوم. پس از گذر از کوچه باریک و سربالایی زهیر و دوله در گوشه ای در بزرگ و هلالی را می بینم که با شیشه های رنگین آذین شده است. در باز است. می روم تو. وارد باغ سرسبز می شوم. روی زمین پر از قبر های قدیمی است. به هر گوشه که نگاه می اندازم نامی آشنا می یابم. ناخودآگاه به دنبال مزار فروغ می گردم. نمی دانم چرا. شاید به این دلیل که همیشه اشعارش مناسب من بوده است. با خودم زمزمه می کنم. همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند دادم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زن می بازم. سرم را به سوی دیگر می گردانم. در اینجا محمد تقی بهار آرامیده. بارها و بارها دماوندیش را چه در کلاس های درس و چه با خود زمزمه کرده ای. مزار او همچون شعرش دارای پایه های استوار است. مزار هرمی شکلی را از دور می بینم که بر گوشه آن یک گل قرمز به یادگار گذاشته شده. اینجا بستر ابدی ایرج میرزاست. یاده از لیاد و شعرهای نیشگونهش خنده شیطنتوار بر گوشه لبم می نشاند. صدایی را احساس می کنم. نوای ویولون استاد یا حقی روحم را نوازش می دهد. مزاری با شکوه توجه مرا به خود جذب می کند. مزاری که درون محوطه شیشه‌ای قرار گرفته. داخل می شوم. آنجا از مزار شاعر عاشق رهی معیری. از گوشه دیگر صدایی برای گلنارش میخواند. به دقت که گوش میدهم صدا را میشناسم. او داریوش رفیعی است که در سن جوانی زندگی را به تروت گفت. بعد از او میرسم به مزار استاد موسیقی سنتی روح الله خالقی. نام او همانند هنرش با صلابت بر روی سنگ قبر حک شده. صدای زنی مرا به سوی خود می کشد. صدای قمرالملوک وزیری، اولین زن خواننده ایران که صدایش از رادیو پخش شد. به مزار درویش خان می رسم. فقط گوش می دهم. گوش می دهم و لذت می برم. او نیز همانند بقیه در این بهشت آرامیده است.